سرخط خبرها. شورای عالی مقاومت برای نجات گفته است جامعه جهانی مانع فعالیت سیاسی ما می شود. وقوع یک انفجار تازه در ولایت غور. امارت اسلامی تجلیل از جشن نوروز را ممنوع و آن را مرتبط با عصر جهالت عنوان کرد. ادامه بازرسی خانه ها از سوی طالبان در شهر کابل. امیر خان متقی میگوید تلاش برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان جریان دارد. یک سرباز سابق استرالیا با اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت شد. و متهم شدن عمران خان به تروریسم از سوی پلیس پاکستان. با چند خبر تازه و مهم از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروح خبرها. شورای عالی مقاومت برای نجات گفته است جامعه جهانی مانع فعالیت سیاسی ما می شود. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان نشست مجازی را تحت نام اعلام طرح سیاسی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان برگزار کرده و رهبران این شورا سخنرانی هایی را نیز در این نشست ایراد کرده. عطا محمد نور والی پیشین بلخ در این نشست جامعه جهانی را به بی‌پروایی در برابر عملکردهای طالبان در افغانستان متهم کرده است. وی گفته است که جامعه جهانی به شورای مقاومت برای نجات افغانستان اجازه فعالیت سیاسی و باز کردن دفتر در بیرون از کشور را نمی‌دهد. وی خاطر نشان کرده است که ما دوباره برمیگردیم و دنیا روز شرمنده خواهد شد. دنیا باید این زامبی ها یعنی طالبان را از بین ببرد. عطا محمد نور اما از کشور مشخصی نام نبرده است. از جانب دیگر محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در جریان سخنرانیش گفته است که جهان نباید طالبان را بر رسمیت بشناسد و افزود که ما نماینده مردم افغانستان هستیم. وقوع یک انفجار تازه در ولایت غور. باشندگان محلی در غور میگویند که در پی انفجار یک حلقه نارنجک در این ولایت یک خانم با 5 کودک خردسالش جان باخته است. باشندگان محلی امروز بر رسانه ها خبر دادند که این رویداد روز یکشنبه در ساحه غورقند شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است. با گفته خبرنگاران محلی یکی از کودکان نارنجک منفجر ناشده را از بیرون خانه به داخل آورده و پیش از آن که مادرش متوجه شود عین بازی خواهران و برادرانش با آن نارنجک انفجار کرده و جان همه اعضای این خانواده را گرفته است. گفته می شود که انفجار این نارنجک در کنار تلفات جانی خسارات مالی نیز بر جا گذاشته است. امارت اسلامی تجلیل از جشن نوروز را ممنوع و آن را مرتبط با عصر جهالت عنوان کرد. امارت اسلامی طالبان جشن نوروز را یک رویداد فرهنگی غربی دانسته و ممنوع کرده است. مسئولان محلی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت دایکندی نیز تجلیل از این روز را با عصر جاهلیت مرتبط دانسته است. در یک مکتوبی که از سوی امارت اسلامی منتشر شده آمده است که اگر کسی در حال تجلیل از نوروز دیده شود با او به قاطعیت برخورد خواهد شد. نسخه ای از این مکتوب در اختیار رسانه ها قرار گرفته و منابع محلی در ولایت دایکندی صحت آن را که به مساجد ارسال شده تایید کردند. در این مکتوب آمده است که یک سری دستندرکاران بیگانه و غربی روزهای مانند عید نوروز را ترویج کردند و مسئولان محلی طالبان در ولایت دایکندی از ملاهای مساجد خواستند که در برابر اندیشه های غربی، خوارج و مناسک غیر منطبق با اسلام مقاومت کنند. ادامه بازرسی خانه ها از سوی طالبان در شهر کابل. منابع شهر کابل خبر می‌دهند که طالبان بازرسی‌های خانه به خانه را در بخش‌هایی از این شهر دوباره آغاز کردند.
منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان صبح روز دوشنبه ساحه کارته سخی از مربوطات ناحیه سوم شهر کابل را بازرسی کردند. با گفته یه منابع طالبان افزون بر بازرسی خانه ها با حضور سنگین نظامی در جاده ها حتی کوچه های فرعی را به شدت زیر نظر داشتند. و دنبال انتقاد از شیوه بازرسی طالبان، جنگجویان این گروه در بازرسی های خانه به خانه کارته سخی یک پلیس زن را نیز با خود داشتند. امیرخان متقی میگوید تلاش برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان جریان دارد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که تماس‌ها و رابطه مقاماتشان با بسیاری از کشورهای جهان جنبه رسمی دارد. امیرخان متقی در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان که شب گذشته نشر شد گفته است که سفارت‌های کشورهای مختلف در کابل باز هستند و در عین حال سفارت‌های افغانستان در کشورهای خارجی هم به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. متقی در مورد این که چرا حکومتشان در بیش از 19 ماه گذشته بر رسمیت شناخته نشده پاسخ داد و گفت می دانید که جهان اکنون به یک خانه مبدل شده است. متقی افزود که تلاش ها برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی مقامات این گروه جریان دارد. و ادعا می کند که حکومت امارات اسلامی طالبان در افغانستان از سوی جامعه جهانی به صورت غیر مستقیم بر رسمیت شناخته شده است. یک سرباز سابق استرالیا با اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت شده است. پلیس فدرال استرالیا اعلام کرده است که یک سرباز سابق این کشور را به اتهام کشتن یک غیر نظامی در افغانستان بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس فدرال استرالیا در بیانیه اعلام کرده است که انتظار می رود این مرد 41 ساله در دادگاه استرالیا با یک فاقره قتل جنایت جنگی متهم شود که حد اکثر مجازات آن حبس ابد است. تحقیقات 4 ساله در سال 2020 نشان داد که نیروهای ویژه استرالیا ظاهراً 39 زندانی غیر مسلح و غیر نظامی را در افغانستان کشتند. طبق گزارش ها کمانداهای ارشد سربازان جوان را مجبور کردند تا اسیران بی‌دفاع را بکشند. و متهم شدن عمران خان به تروریسم از سوی پلیس پاکستان. پلیس پاکستان اتهامات تروریسم را علیه عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور و 17 فرد نزدیک به او ثبت کرده است. در این اتهامات نام‌های شماری از هواداران عمران خان که روز شنبه در درگیری‌ها با پلیس دخیل بودند نیز شامل ساخته شده است. در حالی که در این روز خان برای حضور در محکمه اسلام آباد فراخوانده شده بود، هواداران او با پلیس درگیر شدند. عمران خان پیش از این به فروختن تحفه‌های دولتی که در زمان صدارتش دریافت کرده بود متهم شده است. خان این اتهامات بر خودش را رد می‌کند و می‌گوید که صدر اعظم شهباز شریف علیه او توطئه می‌کند.